خب امید چطوره؟ باش میسازی؟ خوبه، اون تفلک باید با من بسازه. مدتی ازش بیخبرم. بعدم مینویسه؟ آره هنوز مینویسه. اون تفلک سرشو بزنی پاشو بزنی تو کتابه. خب امروز بعد از مدت ها یه بازجویی ما پس دادیم به خاطر مریضی شما. مگه سراغ شما اومدن؟ مفصل. خب چی شد؟ خانم دوستتون مشکل داره، اساسی هم مشکل داره. میدونید چجوری براتون توضیح بدم؟ در حقیقت دوست شما دو تا آدمه توی آدم. وقتی با آرزوهاش زندگی میکنه حالتش عادی، وقتی برمیگرده به گذشتش و اون شوهری که در آلمان داشته و اون بلاها رو به سرش آورده طبعا به هم میریزه. من خیلی باش صحبت کردم، تمام ذهنش رو جستجو کردم. واکنشاش دو بخشه، یک بخش آرزوهاشه، یک بخش گذشته‌ای که داشته. ببخشید آقای دکتر، این کاری که دیشب کرد چی؟ من که باش صحبت نکردم، ولی دیشب وقتی که از اینجا میره مثل این که مقدار زیادی تو خیابونا سرگردان بوده. بعدش هم میگیرن میبرنش اونجا، هم میگه من یه نفر رو کشتم. خب اونا مجبور بودن تحقیق بکنن، حتی اینجا هم اومدن، من بهشون پاسخ دادم، حتی کتبی هم براشون نوشتم. ببخشین آقای دکتر، بالاخره چی میشه؟ یا میفرستنش آسایشگاه روانی یا میبرنش خونه. مسلماً اونجا نگرش نمیدارن. میشه براش کاری کرد؟ باید تا میشه کمکش کرد تا ماجرای آلمان از یادش بره. اگر اون چرا که در ذهنشه تحقق پیدا بکنه که ماجرا تمومه. مسلماً از ماجرای دیشبم چیزی یادش نمیمونه، اما من به شما توصیه میکنم به هیچ وجه به یادش نیارید. مرضیه بابا، یکی صدای ما رو بشنوه. الحمدلله که زن ما کرم شد. مرضیه میگم خوب شد جنازه رو پیدا نکردن. ای بابا تو هنوز توی جنازه ای؟ دوست خانم یوسفی رو ول کردن رفت پی کارش، آزاد شد دیگه، چی میگی تو آخه؟ ولی من فکر میکنم بهتر آدم خارج نره. منم فکر میکنم بهتره برم بلیطایی که گرفتم و پس بدنم. بلیط گرفتی؟ فرست کلاس. شوخی میکنی؟ اصلا شوخی نمیکنی. شوخی میکنی؟ هرچی ما میگه تو باید باورت بشه زن. خب آخه من به تو اعتماد دارم. هرچی ما میگم باورت میشه؟ بله شما شوهر منی. بیا برو در اون کمد باز کن. چی؟ اون روز پلیس هم اومدن دنبال جنازه میگشتن، ما اینجا قایمش کردم دیگه. دروغ میگی؟ نه آخه بس سرم. دروغ میگی؟ دروغ نمیگم. اگه تا 5 دقیقه دیگه به من شام ندیم میرم توی کمد خودم برات میشم جنازه. بیمسه گشنه ما برای شام بیار بابا. اشکال داره شما یه بار بری برای من شام بیاریش؟ چوبه دار در انتظارم. اینجوری که نمیشه.
الان یک هفته است نشستی رو این مبل. پاشو بریم تو حیاط یه هوایی بهت بخوره. میترسم محمد زنگ بزنه ببینه خونه نیستم نگران بشه. محبوب الان آلمان ساعت چنده؟ نگران نباش، اگه زنگ بزنه ما صدای زنگشو از تو حیاط میشنویم. باشه تو برو، من اینجا میشینم تا زنگ بزنه. میخوای یه چیزی بیارم برات بخوری؟ قرصاتو خوردی؟ مردش رو هرکی قرصه ببرم. محبوب باشی رو محمد زنگ نمیزنه؟ میزنه عزیزم، به وقتش زنگ میزنه. باشو بریم تو حیات. اگه من شلی زرد نز کنم محمد زنگ میزنه. آره عزیزم چرا زنگ نزنه؟ باشه پاشو بریم تو حیات یه هوایی به سرت بخوریم. اینا نیست آقای جهان جان، زندگی یه طول داره یه عرض داره. عرضش زندگی به عرضشه نه به طولش، یعنی به کیفیتشه نه کمیتش. اینا رو میفهمی یا نه؟ خوبه والا، تو میست که پاک ما رو گاگول فرض کردی. ارزشش به ارزشه و طولش ارزش به پارچه داریم ات میخوشن هم میپیچونید به حزاز بوده دیگه، ورشکست شد شد منتقل اونری. بابا آقای فردوس داشت حرف میزده، بفرم آقای فردوس. مثل این که من درست نتونستم منظورم رو بیان کنم. ببین بابا جان، زندگی مثل صحنه یه نمایش بزرگه، هر کدوم از ما نقشی به عهده داریم، حالا کوچیک و بزرگش مهم نیست، مهم اینه که نقشمونو خوب اجرا کنیم، البته اگه باورش کنیم. همین پیدایش حیات و هستی، ماها رو این کره خاکی، همین نفس کشیدنمون، همین ارتباطمون با هم، این خودش یه معجزه است، یعنی یه هدفی داره غیر از اینه؟ بلا 60-70 سال یه مش گوشت و استخون ما پرورش بدیم، بعدم بفرستیم زیر خاک خوراک کرما بشن که چی؟ اینه جوابتو گرفتی؟ حالا هیچ سغرا کبرا بچی. بابا تو چی شلوغش میکنی الکی؟ داریم حرف میزنیم بس که بابا اجازه بده. خب بگو چی میخوای بگی؟ بله آقا قصه این حرفا نیست. من میگم اصلا ما اصلا صحبت نقش کوتاه و بلند تو صحنه و این صحبت عرض و طول و این حرفا رو ندارم من. من میگم که چرا باید یه نفر نقشش آدم بلاکش و مصیبت زده باشه؟ واقعا همش هم دیگه خوشی نمیشه که، بالاخره مصیبت هم باید باشه یک چاشنیشه به قول من. دلتو میزنه. یه صحبت دیگه از آقا. گاه زخمی که به پا داشتم زیر و بمهای زمین را به من آموخته از جناب فردوسی. اون یه بناییشو نگفتی. اون یه مقوله دیگه است که یه وقت دیگه باید بشینیم صحبت شروع کنیم. اما مثل این که این خانم مهمون شما حالش بهتر شده الحمدلله. به نه قربون قدرت برم نه عزیز دلم. اینطور نیست دیگه، برای همین مصیبت یکیش هم همین افتاده خفته ما. آقا اصلا داستان داریم با این؟ حیرت والا، حقیر هرچی نگاه میکنم نمیفهمم موضوع چیه. هی تلفن رو ور میداره، باور کن تلفن رو ور میداره. اشله بیدیش آلمان و محمد نخندی ده نخندی زنگ میزن. حالا محمدی اون ور نیست آخه. جناب فردوس دو تا درد داشته گیر آقا جهان افتاده، شیش تام بهش اضافه شده. عزیز من تو خونه پوسید، ببرش بیرون یه هوایی بخوره. چی میگه حالا؟ بحث بازداشت و ایناست؟ نه بابا اصلا قصه این صحبت ها نیم. خدا رو شکر میگه اصلا اون یادش رفته پاک، میگه اون رفتن مهمونی و این حرف ها. اما هم اشتفین آقا تو سرش نرین دیمون ندون. بابا اینو تو یه بار بفرست بشه این مرضیه ای ما، همه چی رو یادش میره فراموش. میترسم این خانم شما همه چی رو فراموش. تو نگران اون نباش، اون در میاد از پسش. یادته آره
پس دکترش اینطوری گفتم تو این همه وقت این چیزا رو میدونی بچه هیچی به من نگفتی، حالا دیگه ما غریبه ایم. نه مگه فرقی هم میکرد؟ فرق نمیکرد، تو بس یه تنه هم اینا رو تحمل میکردی شری. وزمون با تو دیگه کی هستی؟ داخل بابت چی؟ نمیخواستم به چشم یه آدم روانی بهش نگاه کنم، نمیخواستم تحقیرش کنم، گفتم لاغل پیش خودم شرمنده نباشم، حالا میخوای تا که نگهش داری؟ چی بهت میگم ناراحت نشو، اینی که من میبینم حالا وضعش خوب شدنی نیست. جانم به من پناه آورده، نه به پدرش، نه به مادرش، نه به هیچ کدوم از دوستاش حرفش نگفت. همه فکر میکنم الان تو آلمان زندگی خوبی داره، حتی خودش باشو در غصه نخور، تو همه خواسته یه طورید میشه. باشو ببینی تفلکی چشه تا ببینم چیکار میتونم بکنم. الو،
نه نمیتونم. آخه بابت چی؟ نمیدونم. اگر میدونستم راجع به این موضوع میخوان حرف بزنیم با تو قرار نمیذاشتم. من خودم خیلی گرفتاری دارم. اون وقت که تو فرودگاه بهش التماس میکردن نره باید فکر حالاشم میکرد. من باید به کارم برسم. همین حرفی دیگه هم هست که میخوام بزنی؟ دیشب تا اله صبح به خودم نگفتم آخه جهان زندگی مردم چه دخلی به تو داره؟ آخه تو رو سننه به گمون خامم اگه از اوضاعش میدونستی همه چی حل میشد. خبت کردم دادش حلال کن. بخشش از بزرگونه. چی دوست داری بگم؟ کرم حیدر آفت هنو همه دلتو نزده. از خودتو خودش بگم. من دیگه اون محمدی که میشناخ نیستم. باشی غیرته قصتو تو آخر خونده دارم. دلتو گذاشتی کف دستتو چی؟ پیشکش کرد طرف سکندری خورد افتاد شکست. خب بعد روحانگیزم دیگه اون روحانگیزی که تو میشناختی نیست. به هر به داغون له و لورده. به من هیچ ربطی نداره. منم باختم. باختی؟ یه اوستایی داشتم هر جا هست برقرار باشه گوشش صدا کنه. میگفت زندگی اینه و یه بازیه. اول شرطش اینه که بهترین بازی تو بکن. اما بعد اگه بازی رو بردی یا چیزی یاد گرفتی درست بازی کردی. اگه بازی رو باختی و عبرت گرفتی هم درست بازی کردی. اما اگه بردی و قهره شدی دیگه نه خراب کردی. وای از روزی که بازی رو ببازی و وابدی اون دیگه واویلاست. پس میشه برد و بعد بازی کرد باخت و خوب بازی کرد. زندگی اون بازیه نیست که همه دنبال نتیجهشن علافشن. اصل بازی مال بعد این حرف هست. شما چی داری میگی؟ این حرفا چیه؟ یه خاطره میخوام برات بگم. یه روزی کسی رو تا حد مرد دوست داشتم. یه روز پشت بازت به همه چیز رفت. یه مدت داغون شدم. بعد تصمیم گرفتم ازدواج کنم. کردم. یک سال ریم زندگی کردم. بعد شانسی آوردم. خیلی زنم سرطان گرفت و پر کشید. حالا موندم رو دست خودم. دیگه دوست ندارم خاطراتمو تکرار کنم. تموم شد. گمونم شما نمیباس مهندس میشدی. میباس مثل من شوفر تاکسی میشدی. میدونی ما شوفرا آدم ها رو کنار خیابون کریه میبینیم. پول مونی اسکن هرچی تو بگی. برامون چه توفیر میکنه اون که میاد سوار میشه خوشحاله ناراحته غمگین شاده. وقتی پولشو داد میره به امون خدا. حالا ما کریه میگیریم شما عشق عاطفه شون چه توفیر میکنه؟ شما نمیخواد فلسفه زندگی به من یاد بدی. من بهای اون عشقو خیلی زدم. خوبه شما چه زود خودتو قانع میکنی. عشق تا حد مرگ معنیش اینه؟ چپ میره میگه محمد، راست میره میگه محمد. اون طفلکی الان به عشق شما داره زندگی میکنه. محمد محمد کدوم محمد؟ آره خب کدوم محمد؟ اون داره ذره ذره آب میشه وامرام. اون تو اون اشتباهی که خودش آغاش کردن با تمام وجودش داره میده.
تو چی؟ بهای دایی رو که کردی دادی؟ بذار یه چی بهت بگم بهت بر نخوره، یا اون موقع دروغ میگفتی یا الانه داری خودتو گور میزنی. عشق آلاسکا یخی نیه لیسی بهش بزنی بندازیش تو جوغه ها. به ما که اینطوری گفتم، من خدا نمیدونم اینجا خودم نمیدونم کار درستی کردم یا غلط. آدرس و تلفنم پاره کن من ندارم. فقط یه چی بهت بگم، اگه یه جو مردونگی تو این دلت مونده بدون، یکی تو این دنیا هست که با تمام وجودش داره ذره ذره به خاطر تو محمد به بافم خالی یه یه دونه یه دونه چون یه دونه کش دارم. خیلی خوب، چه موهای خوشگلی الهی قربونه، چه بلند هست ولی سختشونه گردنش. امروز ماشالله عزیز من خیلی بهتری ها. بله میبینین تو رو خدا، ببینین چقدر حالش خوب شده. اصلا رنگ روشو نگاه کن، خوشگل بود خوشگلترم شده. اتفاقا حالش بهتر از اینم میشه، دکترش گفته به شرطی که چی؟ قرصاشو سر وقت بخوره ها. خب معلومه که میخوره عزیز من، معلومه که میخوره. دیگم خواب جنازه مناز و اینا نبینی. حالا اگه اونم یادش نباشه تو یادش بنداز. خب من باید یادش بندازم که سعی کنه خوابشو نبینه دیگه. خب مرضیه، برو چایی بریز. روهنگیز جون میخوام یه چیزی بهت نشون بدم، خدا کنه خوشت بیاد. قشنگه؟ وای چقدر قشنگ کشیدی. مال شماست؟ مال من؟ آره دوستش داری؟ خیلی قشنگ، مثل خودم. منتظر. میگم ستاره جون خیلی دوستت داشته اینو واسط کشیده ها. اینو یادگاری نگه دار، واسه ما که از این کارا نمی کنی. بی معرفت تو به من گفتی بکشو من نکشیدم؟ او تو که همه تابلوهاتو چسبانی به خودت، ممکنه باید بگه شما باید خودت بهش هدیه بدی. بله نمیخواستم بگم ها، ولی یه تابلو از مینا کشیدم، حالا بهت میدم. از من خاله ستاره؟ آره مثل خودمه؟ آره این خودت خوشگله. آخ جون پس من بالای تختم. میزنمش به دیوار خونمون تو آلمان. انشالله تو سلامت باشی، هر جو که دوست داشتی بزن. من میتونم شله زرد بپزم؟ بله عزیزم من بهت یاد میدم، خواهم اسم محمد روش بنویسم. هرچی بخوای میتونی، من دستورشو مینویسم میدم محبوب جون، بعد با هم درست میکنیم. اتفاقا همه وسائلشو هم داریم میپسیم. نظر چیه؟ نظر چی کردی؟
خیلی طول کشید. دیگه ناامید شده بودم. یه مسافر دارم. کرهشم داده. میخوام برسونمش مقصد. خودت گفتی. پلاک شخصی، میترسم جریمت کنه. خب دربستی میری. بینم خیلی وقت اینجا منتظری. نه به قدر انتظار مسافره. خوبه پاک شوفر تاکسی شدی واسه خودت. افت دست فرمونی تو رو ندارم. تو همیشه همجور تخت گاز میری؟ نه نه همیشه. چطور؟ بعد جیری مره اندختی تو دره. کمک کن مره بیچش بالا. بی خیال شد تو رو خود. انقدر مره چوب نزن. تو که ماشالله الانه تو عرشی. ببری. نه طاقتشو ندارم. میترسم باش رو برو بشم. بازیگر خوبی هم نیستم. باز که از بازی گرخیدی. بیا مرد بیا. بیاییم پایین. مهمون داریم. بفرمایی بیا بیا بریم. اینو واسه چی میاری؟ تو چه کار این داری؟ خب اگه بیافته بشکنی این همه زحمت کشیدیم. نه ترس نمیشکنی. دو دستی بگم بزم سرم. اصلا کجا داریم میریم؟ آلمان خوبه؟ مرزیه عزیز من. بیا بیا بریم. میدونی میخواییم بریم کجا؟ آقا فردوس خطش خیلی خوبه. میخواییم نشون بدیم خوب نوشتیم یا نه؟ من خونه آقا فردوس خیلی بد. نه نه این بابا خیلی خوبه. خجالت نداره. شناختن نمیخواد. بیا بریم. بریم عزیزم. بیا بریم آشنا میشیم دیگه. عزیز من اینقدر مرد نازنینیه. بیا حالا بیا برو ببین بفهمید. برو عزیزم برو. اینجا چرا تاریک؟ اومی چرا اینجا تاریک شد؟ جهان از بریم چرا روشن کنید. بابا رضا علی
موسیقی